or his computer. Okay, پس می‌بینیم که امروز که همتون می‌دونین دیگه دو ساعت و نیم ایتریوم هارد فورک شروع میشه، یه دو ساعت و نیم دیگه شروع میشه و چی میشه؟ دیفلیشنری اسید میشه. دو ساعت دیگه، واقعا دو ساعت دیگه هیچی نیست، دو ساعت و نیم. اگه ببین تو این دو ساعت و نیم بچه لطفا هیچ نگیم دو ساعت، میگیم تو این سه چهار ساعته هیچ کاری نکنیم با ERC20 ها. شاید اگه یه چیزی داری میفرستی تو یونیسواب یا به والت دیگه شاید ایرادی بگیره و پولت هم نرسه. موقع هارد فورک داری چیزی میشه لطفاً هیچ معامله نکن، هیچ ترانزکشن نکن، چون شاید ایرادی برای شما بیاد. پس لطفاً نکنی این، تو این 3-4 ساعت صبر کنی و از اون دیگه شروع کنی. اینم هم برای همه است دیگه. So لطفاً don't do any funny business. حالا بریم برای خبرها. خبر امروز چیه؟ French asset manager wins approval to launch Bitcoin ETF in EU. اولین Bitcoin ETF برای یوروپ داره میاد و این French manager که به ملانیون کپیتال برد و میخواد اینو لانچ بکنه. حالا نگفته کی میخواد لانچش کنه. اینم که تقریبا very soon هست. But میبینیم دیگه. این خیلی بولیش هست برای یوروپ، چون تو یوروپ چی داره؟ همشه ما چی ETP داریم از این مزخرف ها. این هم اولین ETF میشه. Super bullish. Super bullish. خبر دوم. خبر دوم چی هست؟ SEC هیچ authority نداره برای کریپتو. CFTC Commissioner argues. کریستوفر گیانارلو داره به US Regulatory Agency داره میگه شما هیچ دسترسی نداری برای بیتکوین و هر کریپتوی، چون قدرتشو نداری که کنترل کنی. پس الکی نگین شما همه قدرت دارین، هیچی ندارین. پس خودت توی United States با کارمندای خودشون به خودشون مشکلن، دعوا دارن. کارمند بغلیت داره دعوا میکنه با خودت، میگه تو نمیفهمی، این یکی میگه تو نمیفهمی. حالا شدن همشون نفهمی، حالا دارن همشون دعوا میکنن. میبینید اگه تو خود وایت هاوس دارن دعوا میکنن، فکر کن بیرونش چیکار میکنن. حالا راست میگه این کریس گرنالدو، راست میگه هیچ دسترسی نمیتونی بکنی. Like what are you gonna do؟ هیچی نمیتونی بکنی، هیچی، there is nothing. برو اینترنتو کمپلیتلی نابود بکن و از اون ببینیم چی میشه. That's the only way که نمیتونی. اونجاش هم نمیتونی، چون میدونی استاک مارکت هم میفته، آنلاین بانکیت هم میفته، خونه هم دیگه نمیتونی بخری، هیچی نمیتونی بخری، هیچی. It's impossible. یه جوری رسیدی که impossible. خب بریم برای آنچین دیتا. اگه بچه های تو تلگرام گروپ من هستن اینو دیدن، تقریبا فکر کنم اینو نیم ساعت پیش، 20 دقیقه پیش اومد بیرون. و این چی هست؟ این Bitcoin Entities Net Growth. یعنی چی؟ یعنی که آدمایی که تو شبکه بیت کوین اومدن رسیدن برای چی؟ برای all time high. اگر اینجا رو ببینی، اینجا رو ببینی، این نارنجا رو ببینی، entities net growth، این all time high رسید. موقعی که بیت کوین 64000 تا بود اینجا بود، حالا ببین بالاتر رسید. باز بگیم بیت کوین 20000 تا میشه. I don't know what else to say. اما entities in net growth واقعا داره میره بالا و همه تقریبا listen، اینجور چیزو ندیدیم هنوز، اینجوری ما ندیدیم. حالا فکر کن برسیم تو 100000 تا چه اتفاقی میشه. freaking bullish، خیلی bullishه. باز دوباره فکر کنیم بیتکوین 20000 تا میشه، 10000 تا میشه، CME gap 9600 تا میشه. فرموش کن، finito. بریم برای on-chain data که withdraw and inflow ببینیم چه خبر. ببینیم که تو امروز 400 تا بیتکوین از صرافی ها خارج شدن. نزدیک 2000 تا از بایننس خارج شده، 600 تا، نزدیک 600 از بیتفینکس. تو هوابی 2000 تا انتقال دادن، اوکی ایکس 15 تا، بیتفلایر 70 تا، بیترکس 10 تا،
and so on. اما اوورالش 400 تا امروز که صبح زوده، همه همون میدونم صبح زود، هنوز مردم بیدار نشده، امریکا هنوز بیدار نشده و دارن خارج میکنن بیکنشون. پس این بچه هایی که هم بچه های یوروپ هم و انگلیس هم کار دارن میکنن، بزر امریکا هم بیدار بشه کار خودش هم میکنن. That's very bullish. Very very bullish. حالا بریم برای پرایس و اولین کار که میخوام میکنم خب میرم تو 400 و تو 400 میچی میبینی؟ ببینید که تو این خط نارنجی من ریجکتد شده و افتاد دوباره خودش رو کشید به پایین. حالا این خط قرمزه که اینجا کشیدم یه سپورتی هست و اما مثل که شکوندش یه اینجور نگاه کنم، یا من اشتباه لاین کردم اینجوری بکشمش بزی ببینم. آره خوبه. آره اوکی، پس این هنوز مونده، هنوز داره سپورتش رو پیدا میکنه توی این خط که اگر من 37986 رو بشونه میفته پایین تر و کجاها پایین تر میره، میتونه اینجا باونس بکنه 36346 تا یا 37000 تا 100 تا، یعنی تقریبا این تو این سرکل رنج میزنه اگه بیفته. اگر نیفته همینجوری میمونه که از اینجا من سرکل کردم از پیش. حالا میتونه دیگه چیکار کنه؟ میتونه تو این رنج بالا پایین بکنه. اگر تو این رنج باشه چی میشه؟ این میشه اسندینگ تراینگل. اگه خودش تونست دوباره بکشه بالا بالا پایین بکنه، میبینی 40000 تا 39000 تا 40000 تا 39000 تا بالا پایین بالا پایین بالا پایین تا یه جوابی به ما بده. میتونه این کارو بکنه. حالا میتونم آرگیو بکنیم که این هد اند شولدرز، چرا که نه؟ پرسونالی من اینجوری نمیبینمش، اما میتونی ببینی اینجوری تو 4 ساعت میبینیم تو RSH هنوز تو این زونه، میبینیم تو این زون گیر کرده، اما این زونه از 8 آگست یه اتفاقی میفته تو 39 میشه RSH و اینجا 70% تو اپکسه. پس میدونیم اگه 70% تو اپکسه یه اتفاقی هم میفته، یا امروز میفته یا فردا میفته، اما یه جوابی نه. اگه جوابی نداد تا 8 آگست میتونه ادامه بده. 8 آگست میتونیم بگیم تا ساعت همون 8 آگست میدنایت. حالا بریم به تایم فریم های کوچیک‌تر. بریم تو 3 ساعته میگه هنوز ذره الان میخواد بریش بشه. 2 ساعته چی میگه؟ میگه هیستوگرام بریش شده، اما تو 2 ساعته بودیش دایورجنس داره میاد بیرون، میبینی؟ و تو 1 ساعته میگه کمپلیتلی اوورسولد، پس یه ریورسالی بعد در ما بیاری که داره الان میشه، میبینی؟ میگه این کمپلیتلی اوورسولد، بعد بکش خودتو بالا. این شو به بیت کوین. Finito. That's simple. Done. حالا میخوام یه دونه ایندیکیتور به شماها نشون بدم. یه ایندیکیتور خیلی جالبیه و توی تریدینگ ویو اینو من پیدا کردم. اگه یادم باشه بذار ببینم. بذار من برم توی ایندیکیتورها بزنم short squeeze momentum اگه پیداش کنم. آر بینیستان سکویز مومنتوم فکر کنم این بود سکویز نهاش پیدا شد سکویز مومنتوم بای لیزی بیر فکر کنم همینه. بس اینو پاک بکنم. سکویز همین. این تقریبا میگه موقعی که شورت اسکویزی داره میاد تو این مارکت، اون تقریبا این میره هیستوگرام بالا، میبینی که موقعی که قرمز میشه و داره ریزش میکنه و موقعی که میخواد سبز بشه یه اکسپلوسیو بریک اوتی براش همیشه میاد، میبینی قرمز. بعد اون موقعی که گرین میشه پوف 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 همش پوف میره برای روندهای سودی همیشه. حالا این الان هیستوگرام قرمزه اما به سبز میشه تقریبا. این میخواد یه دونه اکسپلوسیو شورت اسکویز بیاد. حالا میدونیم یه شورت اسکویز یکی دیگه داره میاد تو این مارکت، چون هنوز دارن خرید میکنن آنچین دیتا، هنوز دارن خرید میکنن. سو با این ایندیکیتر میتونی نگاه کنیم که این تقریبا یه ذره خودش داره کویل اپ میکنه مثل یه فنر، از اون پوف میره بالا. حالا
این دیگه کلوز میکنم، میریم برای ایتریوم و میریم تو 4 ساعته. حالا بریم تو 4 ساعته ایتریوم ببینیم چه خبره. 4 ساعته ایتریوم، well 4 ساعته ایتریوم هنوز تو این خط هنوز هست. این خط رو بکشم، اگرم بیفته تقریبا به 2500 میفته و ببینیم از اینجا چی میشه. اما هنوز این یه دابلو پترنه، یادتون نره که این دابلو هنوز تکنیکل تارگتش 3100 تاست تقریبا، بالا پایین 2-3% بکن. اما هنوز این این اگه بالای این خط اینجا باشه، این خطی که اینجا باشه، هنوز این دابلوش، این تارگت اینجاش هنوز اجازه میتونه بده هنوز. سو حتی اینجوری دار میکنه مشکلی نیست، میتونه این کلا تا اینجا 3000 تا بشه، شاید 2 هفته طول بکشه، اما این هنوز داره میگه مشکلی نیست، این هنوز باید بره بالا. حالا چیزای دیگه باید چی پیدا کنیم؟ well میبینیم تو RSI ایتریوم که این هنوز میخواد بده به ادامه بالا، چون هنوز ترند لاینش رو نشکونده. حالا یه چیزی که باید مواظب باشیم اینه، میتونه توی این رنج خودش رو بشکنه و بیاد پایین، میذار مواظب میشیم. اما تو این 2 ساعته ببینیم چی میشه توی این اتفاقایی که برای ایتریوم که داره میفته، چند 2 ساعت و 15 دقیقه دیگه. So yeah, don't worry about it, Ethereum looks good. شایدم ببین یه چیزی که همیشه میشه تو این مارکت، buy the rumor, sell the news. اما این رومر نیست، این یه هارد فورکه و شاید هم یه ذره دامپ بشه، اما مواظب باشین. شاید ها، اما معنی نمیده، چون اگه یه چیزی که دیفلیشنری هست برچی دامپ بشه، نگه نه unless manipulationه. و میبینیم که مردم هنوز دارن ایتریوم رو دارن هنوز مثل چی میخرن. حالا بریم برای ایدا. ایدا تو بایننس تو 4 ساعته و ایدا هم همینطور. ایدا unfortunately inverted on shoulders رو شکون به روند پایین، اما بالای این خط اینجاست. حالا تو این 4 ساعته به 1 ساعت دیگه مونده، 1 ساعت دیگه مونده، اگر بیفته میاد تقریبا به 1.29 از اینجا رنج میزنه. دیشب چارلز هاسکینسون گفته من وسط های این ماه روز دقیق و سمارت کانترکتس رو بهتون میگم، که خیلی راضیه، خیلی خوشحاله و میگه همه چیزش عالیه، کار میکنه، همه صرافی ها میگن کار میکنه خوبه، زود باش به مردم بده. و also که میدونیم که ژاپن آخر ماه بزرگترین اکسچنج ژاپن که سومین بزرگترین کارنسی دنیا هستش، داره برای بچهای ژاپن دارن میخوان ایدا بدن. میدونی چقدر بودش؟ Japan loves ایدا. یعنی یه تاتو هم میزن تو صورتاشون که ایدا. اگه شما دیدین میدونی یه زن ژاپنی تاتو زد تو مخش ایدا، شوخی ندارن، واقعیه. می‌تونیم گوگل بکنیم. بریم برای BNB به USD. و BNB میدونه تو این خط اینجا که چند تا خط اینجا کشیده بودم سپورت اینجا پیدا کرده. حالا میتونه کلو هم بیفته اگه خودشو نکشه تو این 123 دقیقه بالا. واقعا نمیتونم هیچ دیگه بگم. میتونه یا یه پترن دیگه هم برای خودش بسازه، میتونه چیزی مثل اینجوری برای خودش بسازه که یه دیسندنگ تراینگل میتونه از اینجوری رنج بزنه برای خودش. چرا که نه، میتونه. اگه RSIش هم ببینم، RSI بولش دایورجنس رو 4 ساعتش رو شکون، حالا میخواد بره برای بریش سیگنال که داره میفته. چیزه دیگه که بعد اولسو نگاه بکنیم مکدیه. اگه این مکدی اینجاش هم بشکونه بره بر روند ضرری، این میاد پایین تر، تو یه ذره مواظب میشین. حالا بریم برای آخرین کوین که داچ کوینه، که یادم میره که اسپلش هم چی هست، چند بارا اینقدر بده. رمیر این داچ کوین هیچ اتفاقی نکرده و از دیروز تا حالا همین رنج مونده، گیر کرده. سو نمیتونم هیچی بهتون بگم. میتونیم حالا بگیم پترنش رو اینجوری کرده. و اگه این بیفته تقریبا میفته برای، اگه بیفته از اینجا ببینن چقدر میشه، بذار ببینم 16 سنت اگه بیفته، اما اینجا یه سپورتی هست، اینجا میتونه سپورت بده کنه.
اما آره مثل که تو این 1 ساعت تو 20 دقیقه اگه خودش نکشه بالا این میفته، اما داره خودش میکشه بالا که نکنه این کار. حالا اینم شو بخش امروز. یادتون نره که ما با فیمکس پارتنرشیپ کردیم و لینک های فیمکس رو میتونی توی بایو من ببینی، چون فیمکس داره به شما پول مجانی بیشتر تر میده با لینک من، همون لینکی که ام ام کریپتو داره منم دارم دیگه، که up to $1,100 به شما مجانی میده. بعد اون با این $1,100 میتونی باش ترید بکنی و هرچی بردی تو اون ترید جیب خودته. فکر کن ریسک فری مانیه اما پول واقعی داره بهت میده. It's real money اما اگه ترید خوب بزنی با 100x leverage 110,000 تا بهت داره میده با 100x leverage. بعد اون اگه 1,000,000 گرفتی 1,000,000 برای توه، فدای سره برای خودت، بگیر برو. حالا فیمکس داره به شما اگه 0.05 بیتکوین دیپازیت کنی یا اکویوالنت بدی $125 مستقیم بهت میده، اگه 0.2 تا بیتکوین $250 و 1 بیتکوین $1,100. و اینم میتونید تو اینستاگرام لینک و یوتیوب لینک که من پست میکنم ببینین و جوین بشین به فیمکس. فیمکس هیچ KYC نمیخواد، میتونید تا 200 حساب باز بکنی باهاشون و یکی از این بزرگترین دیریویتیوز پلتفرم های دنیا هست. Thank you everyone. مرسی به همه گوش دادن.